خب سلام بالاخره بالاخره وقت کردم این ویدیو رو ضبط کنم از موقعی که نت ار سی یک اومد و حتی پریویو هاش میخواستم اینو ضبط کنم الان ار سی و برید نصب کنید میخوایم ببینیم که دات نت 8 چه فیچرهایی اومده مایکروسافت چه دیوانه بازیایی براش درآورده و چرا حالا می‌بینیم یه سری از فیچرهای مهم اساسی توی سی شارپ به 12 و دات نت 8 هم بررسی می‌کنیم این ویدیو رو همراه من باش تا ببینیم که چه خبره خیلی خب اولین چیزی که میخوام بررسی کنم اینترسپتور هاست اینترسپتور چیه بریم ببینیم خب اینترسپتور چیه آقا این مقاله رو ببین شما یه جایی نیاز داری خب اینترسپتور چیه بریم ببینیم ببین داره کدای ما خط به خط اجرا میشه یهو میاد میرسه خط یا... از اینجا ببینیم آقا یه پروژه ساده من اینجا دارم خب کدام داره خط به خط اجرا میشه میام توی یه کلاس دیگه میگم وقتی رسید خط چهار روم کاراکتر لاینه مثلا چهار کاراکتر مثلا پنج اینجا مثلا کاراکتر چی میشه کاراکتر ده رسید کاراکتر ده بیا اصلا بیخیال شو بیا مثلا ورودی متدی که میخوایم این بدی اصلا بیخیال شو بیا ورودی متدی که من میگم بده چی شد یه کلاس دیگه بیایم تصمیم بگیریم اینجا توی این اسمبلی توی این کلاس رسید به این لاین به این کاراکتر بیا این کار انجام بده چه کاری هستن چرا باید بذاریم همچین کاری اتفاق بیفته به این به این صورت استفاده میکنی اینترسپتور لوکیشن یه اتریبیوت بهش میدی یوزر uh, مسیر انتخاب میکنی و میگی که آقا لاین سه کاراکتر سوم بیا این متد انجام بده میره مثلا این کلاس رو میاره که میشه اینجا میره لاین سه اینجا و اینو اجرا میکنه جاش فهمید شد چرا باید همچین اتفاق بیفته اصلا منطقی نیست منطقی هست منطقی نیست یا هست بذارید بهتون بگم چرا آقا داتنت داره میره سمت چی ای او تی نیتیف. داره میره سمت ای او تی نیتیو الان مسیری که داتنت هش داره سمت ای او تی نیتیفه. ولی ای او تی نیتیف یه سری مشکلات توی رفلکشن برای ما به وجود میاره خب حالا گفتن آقا یه سری از فیچرهایی که توی رفلکشن هست نمیتونیم موقع ران تایم استفاده کنیم بیایم اینجوری هندلش کنیم یه سری فیچرها دادن که موقع کامپایل تایم بیاد اون کارا رو انجام بده ولی شاید بگید آقا این خیلی چیز میشه که این خیلی کثیف کاریه اصلا اینا قبول دارم خیلی کثیف ولی این بیشتر اتو جنریت یعنی چی یعنی مثل بلیزور دیدید بیلد میگیرید یه سری کلاس های سی شارپ به ما میده اینم به همون صورته شما بیلد میگیری و میره برات کد جنریت میکنه این اینترسپتورای جنریت میکنه و مایکروسافت نشون داده که اتو های... جنریت اتو که میده خیلی بهین است خیلی بهین است ولی بازم من دوستش ندارم کلا من با اتو حال نمیکنم کدایی که اوتو میشه حال نمیکنه یه ذره موقع کامپای موقع کامپای یه اذیت میکنه در کل ولی فیچر باحالیه هم باحال هم کثیف هم کاربردیه یه سر مابینیه دستی نیاد از این استفاده کنید بذارید اوتو ازش استفاده کنن حالا توی داتنت آر سی ببین گفته اینجا گفته اینجا ببینم پیداش کنم اینترسپتور رو پیدا کنم اینجا اینترسپتور سپتور اینجا توی لاگره گفته آقا موقعی که میخوای اینو ایمپلمنت کنی ما یه متدی گذاشتیم اد اچ تی لاگینگ لاگینگ لاگر میندازه لاگ میندازه اینترسپتور یعنی واسه بود از اینترسپتورها اومده اینو کاستماایزش کرده خب این از اینترسپتورها بریم بعدی پرایمری کانستراکتور یه فیچر با حال گیج کننده خفن هر چی میتونی بهش بگی چی میگه آقا میگه شما داشتی به صورت داشتی کار خودتو کردی میمادی کلاس تو تعریف میکردی میمادی کلاس تو تعریف میکردی میگفتی پابلیک کلاس مثلا پرسن یه جور کانسترکتور هم بهش میدادی کار تو هندل میکردی میرفتی کانسترکتور معمولی چی جوری بود میمادی سی تور میزدی اینجوری آها دونه دونه پارامتر رو دریافت میکردی اینجا مثلا استرینگ آره فلان 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 بیا مساوی قرار بده ولی یه چیز اومد توی سی شارپ نه رکورد بود اسمش خب اگه سی شارپ نه بود اگه شما نکنم میگفت آقا تو رکورد رو بیا مثلا اینجوری تعریف کن استرینگ name همین اومده تو داتنت چی؟ تو داتنت هشت یه بر کلاس هم میتونی استفاده کنی میگه آقا تو بیا مثلا استرینگ تو اینجوری دریافت کن باش کار کن توی برنامه اصلا من کاری باید ندارم هر جور میخوای برو بزن مثلا اینجا آی سرویس بگیر آی سرویس پرووایدر بگیر هر چی میخوای بگیر اینجا بگی مثلا سرویس دیگه نمیخواد اون کانستراکتور رو انجام بدی اینجا بیا ازش استفاده کن همین سرویس اون رو ازش استفاده کن هر جور دوست داری این پرایمری کانستراکتور بود این از این بریم بعدی متریسا قبل اینکه به این متریسا من بگم یه ذره یه جنریک اتریبیوت بودش اگه اشتباه کنم تو دات نت تو سی شارپ 11 اومده بودش میگفت چه جنریک میتونی یه سری چیزا پاس بدی به اتریبیوتت یه سری بهینه ها داشته توی فیلترهای ام وی سی توی فیلترهای وب یه سری چیزا بهش اضافه شده اونو برید چک کنید حالا نمیخواستم تو این ویدیو بهش بپردازم متریس ها متریس چیه آقا ما میخوایم مثلا سلامت میخوایم پروژه اسپی مون رو مانیتور کنیم خب مانیتور کردن پروژه اسپی این متریس برای یه ببینیم وضعیت سلامتش چجوری که چند تا ریکوست اومده مانیتورش کنید دیگه اونم متریس رو گذاشتن و میگن ازش استفاده کن برای استفاده از متریس چیکار باید بکنی شما میای یه پروژه ای اس درست میکنی و این پکیج اوپن تمپلت نمیدونم چی رو میتونم بخونم روش رو نصب میکنی یه دونه این و یه دونه هاستش ببین اینجا نوشته یه پروژه ای اس درست میکنی و میای این پکیج رو نصب میکنی به اضافه این پکیج پکیج اول من نصب کردم بریم اینو نصب کنیم ریپورت نصب می‌کنی آها نصب کنیم خب بعد اینکه نصب این تموم شد میان کلاس پروگرامت و این کلاس پروگرام رو اینا رو روش میذاری چیا رو اینا رو کپی پیس خیلی راحت خیلی ساده اینا رو میذاری روش و چی میشه و شما متریس رو دسترسی خواهی داشت متریس گفتم مانیتور کردن پروژه ای اس پی الان میریم مانیتورش میکنیم حالا تا این نسخه من دات نت کامپیوتر نصب کنم اینجا گفته برای استفادهش باید ابزار دات نت استفاده کنی من توی ترمینال هم اینجا خب اینجا ها میام چیکار میکنم میام این دات نت کامپیوتر نصب میکنم پس چی شد چه فیچری تا حالا بررسی کردیم ما اومدیم اینترسپتور رو بررسی کردیم پرایمری کانستراکتور رو بررسی کردیم و متریس هم هم بررسی کردیم الان متیس رو یه نشون بدیم بریم بعدی خب آقا طبق این مستند اگه پیش برید خب این مستنده که اینجا گفتم متریس و ایسپی متریس و حالا اسمش نمیدونم ماتریس ماتریکس هر چی است میتونید استفاده کنید کامپیوتر بزن مانیتور بزن و بیارش بالا ولی متاسفانه تو ایرانم و اینترنت خیلی کنده سه ساعت وایس دادم من لود نکرده این من اینو آوردم بالا تو یه سیستم دیگه آورده بودم بالا ولی تو این سیستم که رکورد میکنم ندارم من از شما پوزش میدارم که نمیتونم اینو فعلا با اینترنت ایران بالا بیارم ولی در کل همینه دیگه اینو نصب میکنی این بیلدر رو تو عوض میکنی اون یه اسپیک کامتر مانیتور هم میزنی میاد بالا این طبق این چیز طبق این پیش بری میاد بالا آره میتونی ریکوستاتو مود ببینی مانیتور کنی یه سری چیزا به نشون میده خیلی چیز خفنیه حالا به این فیچر بعدی نمیخوام یه ذره زیاد رو بگیرم و بریم بعدی تایم ابستراکشن ها تایم چیه آقا یه اینترفیس مودل اضافه کردن اینجا خب یه اینترفیس و یه دونه کلاس به نام آی تایم به نام تایم پرووایدر و آی تایمر یه اینترفیس هایی که اضافه کردن برای ابسترکت کردن تایم ها که بهتون اجازه میده که چیکار کنید توی تستاتون خب تست داری می‌نویسید دیگه تایم رو ماک کنید خیلی خیلی, خیلی باحاله من خیلی این به میخوره حقیقتا میگم دیگه داتا کامل نیست چی کامل نیستش داره تکمیل پیدا میکنه آره با این تا... تایم ابسترکشن میتونی این کارو انجام بدی سمبلش هم که اینجا باید نوشته میتونی می از این آی تایمر استفاده کنی توی تستات و با استفاده از تا... تایم پرووایدر بیای چیکار کنی بیای تایمی که میخوای بدی بهش خیلی چیز باحالیه توی تستا مخصوصا توی تست به خیلی به دردت میخوره که بتونی ماکی کنی اینو چیز بعدی که او, او دیوونه بازی که مایکروسافت اینجا در آورد اوف آن سیف اکسس آقا یه اتریبیوت اومد اضافه کرده مایکروسافت خب به نام آن سیف اکسس چیکار میکنه من یه پروژه اینجا باز کنم بیایم تو این پروژه ببین من اینجا یه کلاس دارم مثلا کلاس پرسنه بزن این کلاس پرسنه من خب برگردیم به اون سامپل قدیمی خب اینجا این کلاس پرسنه من آقا پرایوت تعریف میکنی دیگه بیرونه هیچ جوره نباید به این دسترسی داشته باشی ولی با رفلکشن داشتیم با رفلکشن داشتیم این این نکته رو بگم اولش اینجا من یه پرایوت تعریف کنم بگم آقا پرایوت استرینگ مثلا نه هیچ جوره نمیشه دیگه به این بیرون دسترسی بده که جز رفلکشن ران تایم رفلکشن رو کاری ندارم نمیشه دیگه میشه نه اومدن گفتن ما که ای داریم میریم یه دیوونه بازی بیایم داریم یه اتریبیوتی بیایم بذاریم که کلاس های دیگه مثل مثلا پابلیک بیان یه کلاس دیگه تعریف کنه مثلا پرسنل دو, پرسن دو. خب بیاد یه جوری با این آن سیف اکسسر دسترسی پیدا کنه به پرایویت متود ای دیوانه بازیه میگم میگم به رفلکشن این کاری کردن تنها به خاطر اینکه توی رفلکشن میتونستن یه سری پرایویت ها رو بیارن ولی الان نمیتونن نیاز دارن اونها این کارو کردن ولی باز دیوانه بازی من دوست ندارم مثلا من اصلا اینو دوست ندارم ولی نی... نیاز داستان هستش نیاز داریم از این استفاده کنیم ولی خب ابجکت اورینتد وسط چی میشه ابجکت اورینتد چی شد چرا چرا اون پرایویت ها رو میتونید یعنی چیز مخه یکی بیاد بزنه به اون پرایویت دسترسی داشته باشه کل پروژه رو بفهمه خب آقا این سامپل آین سیف اکسسر ببینیدش اتریبیوتشو باش میذاریم میگه آن سیف اکسس بیا به فیلد به این نیم دسته دست پیدا کن بریز توی این رفه چرا میگم دیگه به خاطر رفلکشن گذاشتن اصلا دوست ندارم ولی در کل گذاشتن دیگه به اینو میذاری اینجا خیلی راحت بیا این من ببخشید تنبلی میکنم نمی نویسم اینا رو اصلا حالش ندارم ببین این بیا اینجا میذاریم این میگیم آقا تو بیا آن اکسس کن به چی به فیلد ها به فیلد که اینجاست من یه پرایوت نیم دارم دیگه پس میشه پرسن آقا اینجا یه پرسن میگیرم خب من فیلد پرسن اینجا میخوام بگیرم اسم فیلدش میشه چی میزنیم میاره اسم فیلدش میشه نیم خب به نیم دسترسی بده کنم و این استرینگ و این نیمه و من به این صورت پرسن دو آره به این صورت میتونم اینو از این بگیرم یعنی شما این نیمه رو بدی بهش شما این نیمه رو صدا بزنی میره این نیمه این تو رو میخونه پرایوت نیمه اینجا رو میخونه اصلا دوستش ندارم ولی انجام میشه پس شد آن سیف اکسسو اینو اضافه کردم بهش خب بریم فیچر بعدی گرین ها آقا اومدن گفتن که یه متولوژی جدید به چیز اضافه کنیم برامی گرین برای ایسینگ کردن این فیچرش قرار بود اضافه شه ولی پندینگ خورد گفتم بذار یه ذره بیشتر فکر کنیم قضیه چیه قضیه اینه که آقا میگم بیا ما روی ران تایم بیایم ایسینک ها رو اوکی کنیم یه روش برای ایسینک کردن درست کنیم که نیاز نباشه اصلا خود کاربر ما برنامه نویس بیایم بفهمیم که باید ای بعد اینجا ایسینک بزنی اینجا اویت کنی خودش اتوماتیک اینو انجام میداد خیلی باحال بود خیلی تمیز میشد ولی الان داتا تو درد نمیخوره چرا چون داتا الان خودش ایسینک اویت ای داره و اینو اگه بخوایم استفاده کنیم در سر ایجاد میشه برامون از کدوم توی پروژه رو در نظر بگیر ده نفر یکی بیاد از ایسی قدیمی استفاده کنه یکی بیاد از این ایسی که گرین ترید استفاده کنه در کل یزره بند میخت گرین ترید میاد چیکار میکرد میگه یه متولوژی جدید داریم روی ران تایم میایم ایسی کار رو کی کنیم در کل این فعلا رفت پندینگ ببینیم چه وضعیتی قراره براش پیش بیاد توی داتا نو میاد یا نه یا کلا حذف میشه او یه سری دی آی سرویس های جدید توی ایسی داتا نو اضافه شده خب برای چی برای اینکه مثلا شما او تی خب بتونی ازش استفاده کنی مثلا سرویس داد اد کنترل AOT اصلا این اول باید بهتون بگم بذار یه دقیقه اینو بخوام بهتون بگم اول ای برای تی خب یه تمپلیت جدید اومده میگن وب ای پی آی اول باید بهتون بگم که آقا یه سری تمپلیت ها گذاشتن برای تی میگن آقا برید تی میخوای بزنی از این تمپلیت ها استفاده کن یه سرویس دی آی سرویس هم اینجا گذاشتم بذار بزن اینجا بهتون بدم نیو د... دی آی سرویس هم گذاشتم مثلا سرویس داد اد کنترلر ای تی برای ای او تی گذاشتم اینا رو چرا چون رفلکشن داشت استفاده می‌کرد اد کنترلر اومدن گفتن خب برای ای تی از این استفاده کنید تمیز سره از رفلکشن استفاده نمیکنه و از داتا 8 اینا رو دارن دیگه حالا توی بلیزور یه تغییر دیگه دادن به نام رندر مود شما دیگه نیاز نیستش فقط بلیزور به اسمبلی بزنی یا فقط بلیزور سرور بزنی یا آقا تو پیج بلیزور که داری بگو رندر مودت میخوای مثلا سرور سایت باشه یا نه میخوای اسمبلی باشه یه اسمبلی به نام رندر مود میای مثلا روی چی میای میذاری روی به اسمبلی میای برای به اسمبلی میذاری میای میذاری روی چیز برای سرور میذاری خیلی چیز باحالیه خیلی به نظر من بلیزور به بلیزور کمک میکنه چون به بلیزور کمک میکنه در کل این فیچرهایی بود که میخواستم بهتون معرفی کنم خیلی بیشتر فیچرهاش بازم پوزش میتلبم به خاطر اینکه این نتونستم رو رام بگیرم اینترنت هم یاری نکرد و در کل همین دیگه خیلی ممنون برید خودتون دا... داکیومنت باز بخونید یه ذره خیلی چیزهای جالب تر خیلی چیزهای بهتر اومده ده توش و بریم از داتت استفاده کنیم بریم داتت هشت چی برای ما به خواهد بود